سلام، وقت همگی بخیر. خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های رنگین کمان ایرانی در ایران وایر. من شایا گلدوست هستم، زن ترنس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی، و خیلی خوشحالم که امروز هم مثل هر دوشنبه با هم هستیم تا در مورد یکی از مسائل و مشکلات جامعه LGBTQ ایرانی یا فارسی زبان به عبارتی با همدیگه صحبت کنیم. مهمان من امروز در برنامه امینا ماهر هست، فیلمساز، و قرار راجع به هنر و تأثیر هنر در زندگی افراد رنگین کمانی با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم و همینطور زندگی شخصی امینا. من اگر امینا همراه ما باشه، من به برنامه دعوتش میکنم و با هم دیگه موضوع رو ادامه میدیم. امینا جان، اگر که همراه ما هستی خوشحال میشم که داشته باشمت. و با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. من برای تو درخواست فرستادم، امیدوارم که با ما باشی و درخواست من رو ببینی. امینا عزیز، سلام عزیزم. سلام عزیز دلم، چطوری؟ خوبم، مرسی. تو چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. بعدش شکلت بشم، تو چطوری؟ خوشحالم که من دعوت کردی تو برنامه قشنگت. مرسی از تو که افتخار دادی که با من باشی امروز و مهمان من باشی با تمام مشغله‌ای که میدونم داری و درگیرش هستی، اما این وقت رو برای ما گذاشتی. خیلی خوش آمدی. فدای تو بشم. منم هم همینطور. به هر حال برای منم یه فرصتی هستش که بتونیم با هم دیالوگ خوبی داشته باشیم و در خدمتت هم و به همه بیننده هم سلام میدم. مرسی عزیز دلم. امینا جون، همین اولش خودت رو برای همه کسایی که الان تو رو میبینن، بعدن این ویدیو رو میبینن، یک کوچولو معرفی کن، از حوزه فعالیتت برای ما بگو و بعد کم کم بریم راجع به موضوع برنامه بیشتر با هم صحبت کنیم. من امینا ماهر هستم، فیلمسازی میکنم، در حال حاضر ساکن برلینم. دیگه شاید بهتر باشه تو بگی چی دوست داری بیشتر بدونی. علاوه بر فیلم سازی، من فکر میکنم تو حوزه LGBTQ+ هم کارهای اکتیویستی میکنی، فعالیت میکنی. دیدم که گاهی مینویسی، گاهی فعالیتهایی که میکنی مربوط به کنشگری در این حوزه هست، و درسته؟ نمیدونم اسمش رو واقعا چی میشه گذاشت، ببخشید، به خاطر اینکه خودم هم همیشه با این پرسش شای عزیزم مواجه بودم که آیا به این میشه گفت یک فعالیت اکتیویست به اون معنا که به هر حال یه تئوری داره، یک مشخصه هایی داره، یه تعاریفی داره و همیشه هم در حال تمرینه و یه کار مدنیه و رو به جلو حرکت میکنه، یا اینکه بیشتر نوعی رفلکت کردن روی موضوعاتی بوده که شاید کمتر راجبش صحبت میشه و من به عنوان مثلا یک فرد ترنس با محیطم، با آیدنتیتیم، با گذشتم، حالا آیدنتیتی ذره واژه قدیمی تریه، با خیلی چیزایی دیگه با اونا روبرو میشم و این تبعیض و فشارها انقدر زیاد میشه که مجبور میشم حالا برای ساروایوال
برای اینکه بتونم حرکت رو جلو بکنم، برای اینکه قدرت روحی و روانی داشته باشم تو این مسیر که مثلا اینجوری با تو بشینم صحبت بکنم و منظورم رو میفهمی، حضور بله. اجتماعی داشته باشم و اونجوری که هستم و هم با خودم باشم هم با جامعهم. یه بخشی هم نمیدونم آیا به خاطر این بوده یا نه، اتفاقا سوال خیلی خوبیه، ممنون ازت، به خاطر اینکه میخوام بگم که نه من خیلی ما ترنس ها، یا بهتر باشه بگم شاید ما کویر ها یا کسایی که به اون نورماتیو آیدنتیتی هایی که نورماتیویتی میشناسه و تعیین میکنه هم خانی نداریم، اتفاقا کارهای متفاوتی میکنیم، مثل خود تو، مثل میتونیم فیلمساز باشیم، آرتیست باشیم یا هزاران چیز دیگه، ولی معمولا به خاطر اینکه این دانش و آگاهی و سابقه مبارزه و تاریخ وجود نداشته و محرومیت بوده و ممنوعیت بوده و تابو بوده پرداختن به این چنین موضوعات توی دنیای مرد سالارانه امروز ما، با حالا همه ساختاره سیاسی موجود و سیستم های ایران، حالا بدتر میشه به خاطر مذهب و به خاطر خیلی چیزای دیگه، میخوان از ما که دائما در مورد این چیزا توضیح بدیم یا دائما رفلکت بکنیم، و در صورتی که فکر میکنم ما جامعه ما انقدر به خاطر اون سیس نورماتیویتی یا دگر جنس گرا محوری یا سیس محوری، نمیدونم شاید تو بهتر بعضی وقتا بتونی تو معادل سازی فارسی رو من کمک بکنی، دگر جنس گرا محوری و همانسو جنسیتی محوری، براو، هماسو جنسیتی محوری، اینو باید یاد بگیرم، خیلی زیبا، مرسی. به خاطر همین هماسو جنسیتی محوری که بهش اشاره کردی، فکر میکنم که باید دائما با خیلی، اول اینکه خودمون رو بشناسیم و بعد اون تغییرات رو در خودمون بپذیریم اصلا، و بعد اون رو بتونیم پرزنت بکنیم به اجتماع، و بعد بخوایم از اجتماع که ما رو بشناسه، و بعد وقتی که این مسیر رو شروع میکنیم، زمان خیلی چیز مهمیه. خود من 2-3 سال پیش وقتی که آوت کرده بودم خودم رو به صورت اجتماعی واسه همه اطرافیان، وقتی این خشونت اجتماعی رو به خودم میدیدم توی خیابون، اینستیتوشن، از جنبه چند لایه و چند سویه هستش، میخندیدم، لبخند میزدم، شاد بودم و آدما خجالت میکشیدن از ریاکشن من. اما زمان که میگذره این تجربه ها جمع میشه و ما هم زندگی معمول داریم، هر جا که باشی یک تراما تو رو میندازه و پرت میکنه پایین، چون اینا کالکت شده، این مجموعه خشونت کالکت شده و تو در ذهن تو و در بدن تو و در مموری تو مونده. برای همین اتفاقا این موضوع این هستش، اتفاقا کسی که کار مدنی میکنن، فعالیت اجتماعی میکنن، خلاصه کنم حرفم رو، فکر میکنم اونا بیشتر وظیفه‌شون هستش که بیان برای شناخت این ادبیات، نه اینکه اصلا فارغ از این که جنسیت چجوری هویت یابی میکنن، این اهمیتی نداره، میتونن ترنس باشن، سیس باشن، هترو باشن، گی باشن یا همجنسگرا باشن یا نه، فرقی نمیکنه. فکر میکنم پرداختن به این ادبیات و رایج کردنش و نرمال سازی این ادبیات و وسواس داشتن بهش، حساسیت بهش، من تو متون میخونم، متون فمینیستی، متون متفاوتی، سیاسی، متون رایجی که امروز هست، دائما حتی از کسانی که بعد از این انتظار ازشون بره، اصلا به این توجهی فرزن ندارم. بله. فهم کنم این یه کاریه که من یه بخشیشو میتونم انجام بدم، بهش مسئولم، کار منو سنگین تر میکنم، چون باید با همه اون تراماها و خشونتا کنار بیام، فیلمم رو هم باید بسازم و بعد باید روی این چیزا هم رفلکت بکنم برای اینکه بتونم سروایو بکنم. برای همین فکر میکنم که خیلی خوب میشه تو فعالیت‌های مدنیمون به این چیزا بیشتر توجه کنیم. دقیقاً. اما با همه وجود، با وجود همه سختی‌ها و تراماها و دراماهایی که برای ما داره فعالیت در این حوزه، چون همجوری که گفتی هر بار حرف زدن راجع به این مسائل مثلا یک فلشبک هست به زندگی خودمون، گذشته خودمون، تجربه زیستهی که داشتیم. من خودم بارها مثلا گفتم من هر برنامهی که میسازم داستان بچه ها رو میشنوم، با آنشون حرف میزنم، بخش بزرگی از این داستان ها و روایت ها تجربه من در زندگی بوده و هست و هی برای من یادآوری میشه. اما من فکر میکنم زیست تک تک ما، من، تو، همین که به قول خودت آوت هستی، آشکارسازی کردی، یک صفحه‌ای داری که شاید خیلی هم مثلا به قول خودت کنشگری نمیکنه، اما وجودت و همین که داری زندگی رو زندگی میکنی به صورت علنی، خودش یک کنشگریه. لازم نیست حتما مثلا ما یک مقاله فلان بنویسیم تا اسممون رو بذارم فعال اجتماعی یا کنشگر. من فکر میکنم هر کدوم از ما با شرایطی که داریم، با دیدی که فرهنگ و جامعه ما
به جامعه رنگین کمانی یا اقلیت های جنسی و جنسیتی داره، حضور و وجود هر کدوم از ما خودش یک کنشگریه در این حوزه. اما کاملا موافقم، فقط اینو بگم بسیار زیبا. مرسی عزیز دلم. و من خودم به شخصه خیلی خوشحالم، مثلا همیشه میگم در برنامه و دوستان میگم چند سال پیش اینقدر بچه ها رو تو این فضا نمیدیدی که بیان راحت حرف بزنن، از زندگیاشون بگن، یا مثلا عنوانشون و جندرشون و سکشوالیتیشون رو تو بایو صفحهشون بنویسن. و این نوشتنها و این دیده شدنها کمک میکنه که جامعه ما تنوع رو ببینه. اما میخوام یه مقدار برگردم به تو، زندگی تو، کودکی تو، از کجا چه تجربه ای کردی تا حدی که دوست داری و راحتی که بر ما تعریف کنی تا به امروز که اینجا رسیدی، مهاجرت کردی و در آلمان هستی. قبل از اینکه بخوام برم سراغ پرایوت لایف، چون میدونم وقت این برنامه یک ساعته، ولی زندگی خصوصی من خیلی واقعا عجیب و غریب بوده بخشاییش، برای همین نمیخوام، شاید وقت نشه خیلی طولانی بشه. اما فقط قبل از اینکه برم سراغ، چون گفتی کودکی به نظر من خیلی واژه مهمیه، من یه چیزی رو میخوام اینجا به شما و به بیننده‌های عزیزمون، شنونده‌های عزیزمون، هر کسی که این صدای من رو میشنوه بگم. ببینید بعضی وقتا تو این مدتی که نوشتم، حالا یه چند تا ویدیو هم جدیدن گذاشته بودم که حالا اونا رو آرکایف کردم و یه ذره بیشتر دنبال کردم، هم میگن که این چرا قلم به سلم، بس این کلمات چی، این مال مثلا دکتراست، یا خیلی وقتا احساس اون همخوانی، یا این که فکر می‌کنن چیزی جدا تافته جدا بافته. من اول یه توضیح بدم چون راجع به کودکی حرف زدی. ببینید به نظر من اون چیزی که من لمس کردم، هر کسی هم مثل اثر انگشت یک جور کویر بودن خودش رو کشف میکنه و زندگی میکنه، ولی اون چیزی که من لمس کردم خیلی ساده هست. ما از وقتی که بیدفاعیم، کودکیم، زمانی که اصلا هنوز لرن نکردیم که بخوایم آن لرن، یاد نگرفتیم که بخوایم حالا این مکانیزم آن لرن کردن، نمیدونم چی میشه، از بین بردن اون یادگیری که مال ما نبوده. یعنی زمانی که 9 سالته 10 سالته خانواده به تو میگه چی درسته چی غلطه، به تو باورهای اخلاقی میده، به تو فرهنگ میده، به تو میگه دختری یا پسری، زمانی که تو نمیتونی برای خود تصمیم بگیری، به ما یه آداب و رسومی داده شده، یه باورهایی داده شده که ما با اونها فکر بدون اینکه این رو درک بکنیم بزرگ شدیم و داریم همینجوری زندگی میکنیم. اون اخلاق و اون رفتار رو اصلا بخوایم یا نخوایم، موقع نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، بگیم نه من اینم، اصلا دختر چیه پسر چیه به عنوان مثال. و این در سیستم ادویکیشن زمانی هم که مدرسه رفتیم، هر جای دنیا هم بودیم، با همین، با این دنیای جدا کننده زن و مرد و این دنیایی که به هر حال سکشوالیتی، گرایش جنسی اینه، من باید حتما به جنس مخالف علاقه داشته باشم به خاطر سیندرلا، به خاطر لیلی و مجنون، به خاطر همه اون چیز. میگم این نسل دست به نسل به نسل گذشته تا به ما رسیده، تاریخ مرد سالاری، تاریخ هزاران سالت، تاریخ مذهب، شیم کالچر یا فرهنگ شرم هم به همین ترتیب. در اون زمان ما میمیریم، در کودکی ما رو بارها میکشن و ما رو فکر میکنن ما اون آزادی، ما هممون اون چیزی که من لمس کردم اینه، آزادتر از اون چیزی که هستیم به دنیا اومدیم. و موضوع این هستش که موضوع نیست که علیه خانواده، اینجا هم توی پلیتیک و سیاست ها میگن کسایی که دست راستی هستن تبلیغ میکنن که اقلیت های جنسی و جنسیتی اینا ترسی برای خانواده هم، بنیاد خانواده رو با آتش. نه، سوال این نیست، سوال این هستش که، مسئله این هستش که من چقدر میتونم مستقل باشم، چقدر میتونم رها باشم. چون وقتی که به من گفتن تو پسری در کودکی، یک بخشی از احساسات من رو، یک بخشی از نوع رفتار من رو اتوماتیک سرکوب کردن. وقتی به من گفتن دختری، به همین ترتیب از من انتظار پیدا کردن یک جور رفتار پیدا کنم، یک جور خجالت بکشم، یک جور لباس بپوشم، یک سری رول های اجتماعی و نقش ها رو به عهده بگیرم، یک سری رو نگیرم، بدون اینکه من اصلا دفاع، قدرت مسئله شناخت قدرت برای همین اهمیت پیدا کنم، قدرت داشته باشم بتونم دفاع کنم، پرسش کنم و واقعا با خودم و فلسفه خودم و با بدن خودم آشنا بشم. در کودکی من هم فکر کنم این دائما در جریان بوده. یعنی در واقع من این رو میتونم بگم که ببین، من از یک خانواده میام که مادرم 16 سالگی من رو به دنیا آورده، در واقع من بچه ریپم، به خاطر اینکه زیر 18 سال عمل جنسی فقط در ایران دختر 19 ساله 10 ساله، به خاطر باز اون نظام سنتی و مذهبی موجود.
و جدای از اون من از طرف پدری، پدر من جانباز جنگ بود، چندین سال در جبهه بود، واقعا خب جنگ خیلی روش تاثیر گذاشته بود، خشونت جنگ رو کشیده بود و از یک طبقه میومد که حداقل از نظر مالی خیلی ضعیف بودن در اون دوره. و در واقع من میتونم به تو بگم که یه جاهایی هم تجربیات زندگی، ببینید اینم میگن تو اینجوری به دنیا آمدی، یا این سوال هم همیشه میپرسه، من اینجوری به دنیا آمدم، هر کسی ازم میگه، چون باز از کودکی پرسیدی راجع به دنیا آمدم میگم، اما به هر حال تجربیات محیط زیستی، یعنی که تا کجا خودتو آشکار میکنی و کجا میکشی، اینا هم به نظر من باید یه سری از فکتایی که یا واقعیتایی که باید در نظر گرفته بشه. بله. و فکر میکنم که به هر حال این مسیر زندگی من از 13-14 سالگی تنها زندگی کردم در تهران، با وجود که خانواده‌ام اونجا بودن، اعتیاد به ترامادول داشتم، دو بار به صورت جدی قصد خودکشی کردم، در مثلا یه بار ترامادول 124 تا میرفتم خشاب، تو ایران هم داروخانه‌های خصوصی اینا رو به راحتی میفروختن بدون نسخه پزشک. و همیشه این سوال و این دغدغه برام نسبت به اینکه خودم کی هستم و چقدر به این نرم ها می گنجم وجود داشت. حالا هر چقدر مسیرم بیشتر خودم رو آشکار سازی کردم، بیشتر با خودم آشنا شدم، بهتر میتونم فلش بک بزنم به گذشته، ببینم اینجا من اینجوری رپرس شد، سرکوب شدم، اگر فضا اینجوری بود من اینجوری بیرون می بودم، من اینجوری عمل میکردم. و به هر حال اون فشار به نظر من ما رو از نظر این فشار نرماتیویتی ما رو یا نرم‌های موجود ما رو به هر حال اذیت می‌کنه. و در همون زمان هم حالا بعد از فیلم ده کیارستمی که من می‌دونستم دوربین روشنه در اون فیلم و مادرم همیشه دوربین رو می‌ذاشت روی داشبورد و رکورد می‌کرد، در واقع میتونم بگم که اون هم یه جور دیگه مسیر زندگی من رو تغییر داد. اما این هم یکی از سوالای من در مورد سینما بود، یعنی اگه بخوایم کات بذاری به هنر و سینما، طبیعتاً این پرسش در مورد من که اثر هنری چجوری ساخته میشه، این زندگی خصوصی منه، دردای کودکی منه، تراماهای منه با مادرم، کل دنیا داره منو به عنوان مرد ماچو و تنها مرد اون فیلم میبینه، اینا طبیعتاً خب اون سن هنوز تو باز دوباره اون دفاع رو نداری از خودت، برای همین کودک اسمشو میذارن. و در این حال در همون دوره من به خاطر این مشکلاتی که در خانواده وجود داشت و در اون جامعه وجود داره به صورت کلی، به هر حال راحت در اختیار یکی از شخصیت‌های خانواده که الان هویتش مشخصه، عکسش روی اینستاگرام منه، امیر بهرام شاهنده راد که اسمش اینجا فریاد میزنم، که از سن 10 سالگی تا 14 سالگی بارها من تجاوز کرد و من برده بودم، گوش میکردم شای عزیز، به خاطر اینکه بچه رو کودک و هر کسی گردنش رو ببوسه نوازش بکنه، کودک ممکنه خوشش بیاد، کودک اصلا کنجکاوه، و من اینجوری بود فقط گوش میکردم و هر چی میگفت بیا اینجا برو اونجا، من در خدمت بودم و قدرت دفاع نداشتم. و وقتی که بزرگتر شدم یه مقداری، تازه فهمیدم که فلش بک میزدم ببینم اون اتفاقاتی که برام افتاده چه معنایی داشته، من چه چیزی رو اجازه دادم، چرا نباید اینو دیگه اجازه بدم. هی رفته به رفته به این آگاهی بیشتر شد، چون تو از یه جا از هیستوریت، یه جا از وجودت آسیب دیده و دائما با اون درگیره و عوارض و عواقب زیادی داره و خب این تو رو ول نمی کنه، تو مجبوری برای سروایوال بری و بفهمی خودت رو. برای همین خیلی این همه اینا تجربیات، یعنی من از چندین جهت از مردسالاری آسیب دیدم، جنگ، مادرم که 16 سالگی مجبور ازدواج کرده و بعد من به دنیا اومدم میدونی، و بعد در واقع اعتیاد حالا به کنار، ولی موقعیت جنسی و جنسیتی و هویت کویر خودم، و بعد تجربه تجاوز از بین 10 تا 14 سالگی، و اینکه یک فیلمساز بین المللی که نخل طلای کم برده و در اون دوره موفق ترین فیلمساز ایرانی بود، چون در اون موقع مثلا شخصیتی مثل فرهادی اینا هم وجود نداشتن، و بعد یعنی هنوز فیلمسازیشون به سطح به این سطح نرسیده بود یا نیومده بودن، حالا نرسیده بود یعنی چی، ولی به هر حال در عرصه بین المللی شناخته شده نبودن. و در اون زمان یه متریال خصوصی از زندگی من که راجع به جدایی مادر و پدرم، راجع به خانواده، ناپدری و احساساتم بود، ضبط شد و بعد فروخته شد به دنیا و هنوزم داره پخش میشه و فروخته میشه، و راجعش هم کلی دروغ شد که چجوری از من بازی گرفته شده. حتی توی کایدو سینما من یادم نوشتم، یا توی مجله معتبر دیگه که، یا کایدو سینما یه جایی دیگه که مارلون براندو دوم مثلا وارد میشه، چه بازی داره مثلا، اون یکی اصلا نمیسم دوربین روشن بگه من بازیگر خوبی نبود، بازی نگردم. و خب مجموعه این از اینها هم میتونم بگم بعد از اون هم من بیشتر به سیاست، این نارضایتی از این وضع، از این سرکوب،
بیشتر هم در نوجوانی میتونم بگم علاقه مند کرد و شرکت داشتم، دنبال میکردم. یک بار دستگیر شدم در واقع برای کمپین سال 88 میرحسین موسوی اینا، که البته الان از اون مسیر خیلی پشیمونم، سیاسی هم نیستم، من همونجوری گفتم یک فیلم سازم، ولی همونجوری که گفتی هر کسی کنش میکنه و به هر حال دنبال میکنه و مسئولیتایی داره، منم مسئولیتایی دارم. بعدش وارد دانشگاه تهران شدم، همون ترم اول 16 آذر دستگیر شدم، سال 89 ورودی 89 بودم، رفتم زندان اوین، انفرادی بودم، ولی خب خدا رو شکر طولانی نموندم. بعد از یک هفته از زندان اومدم بیرون، ولی اون تجربه برای من خیلی سنگین بود همچنان. و قبل از اونم مادرم از ایران رفته بود، ببینید که دیگه به خاطر زمان احمدی نژاد فیلمسازی شرایط سختی پیدا کرده بود، از ایران اومدم بیرون و میتونم بگم از دوره 16 بودم دیگه فیلمسازی برام خیلی جدی شد. یه دوربین داشتم، یعنی یه دوربینی که از مادرم، چون دیگه دوربین حرفه‌ای‌تر گرفته بود، این تنها چیزی بود که ازش گرفته بودم. چون تو همون تنهاییم آدما هنوز متریالاشو دارن. دوستای مدرسه می اومدن خونه و یا بیرون، دوربینو می بردم ازشون صحبت می کردم و اصلا موقع برام این جذابیت پیدا کرده بود، قصه گفتن از طریق تصویر محرک و زمان و همچنین در واقع حرکت. حالا دیگه سرت درد نیاره. نه خیلی برای من غرق داستانت شدم، بر همین اصلا حرفتم قطع نکردم. امین اونجا میتونم ازت بپرسم اگر ایرادی نداره که چرا در دانشگاه دستگیر شدی؟ دلیل دستگیری های فعالیت سیاسی اجتماعی بود؟ ببینید دقیقاً موضوع این هستش که من نه شخصیت سیاسی بودم نه مثلا فعال شناخته شده. ببینید چون اونا فکر کنن وقتی زندان میرن براشون فرق میکنه صدا هست، من به عنوان یه دانشجو دستگیر شدم، همین کسایی که حالا هم دورایی هستن. و 16 آذر مراسم بود، خب منم از هم ورود دانشگاه به هر حال ما هم سنمون 18 19 سالمون بود دیگه، اونجا میدیدم بعد از 88 برای من فضا اینطور بود که یا تموم شده یا این عوض میشه یا من باید برم، یعنی یه چیز اینجوری برای من بود و برای همین دیگه کرمم گرفته چرا خاموش شده و چرا دیگه نیست. و فکر میکنم از همون شروع که رفتم دانشگاه تهران دانشگاه سیاسی بود شروع کردم یه سری فعالیت ها رو. بعد 16 آذر اون سال با روز اول محرم مصادف میشد، بله. و به ما به انجمن اسلامی روز 15 داده بودن برای تظاهرات، 16 از دانشگاه امام صادق و اینا دانشجو برده بودن تو دانشگاه که دانشجو تظاهرات نکنن، ما تظاهرات رو شروع کردیم و وقتی از در 16 آذر میرفتم بیرون دست گذاشتن روی پشتم و من بردن تو ماشین و دیگه خدا نگهدار. متاسفم، میدونم حتما تجربه زندان جدا از کمیتش تجربه بسیار سختی هست، هر کجای دنیا که باشه و در ایران هم که میشنویم از افرادی که زندان رفتن، تجربه زندان داشتن، مخصوصا اگر فعال یا کنشگر سیاسی اجتماعی بودن. اما جالبه گفتی که در مورد مادر گفتی و دستی که حالا به شکلی در سینما و فیلم و دوربین و اینا داشت و من فکر میکنم علاقه تو به فیلم سازی باید همونجا کلید خورده باشه یا خیلی قبلتر از اون. خودت به خاطر داری که از کی احساس کردی دوست داری که فیلم بسازی، دوست داری که به قول خودت به تصویری روایت داستانها رو انجام بدی، خودت یا دیگران؟ این از کی شروع شد؟ ببین ممنون از این سوالت واقعا شایا، به خاطر اینکه نازنینم برعکس اون چیزی که این درد منه و فکر کنم خیلی از کسایی که به هر حال فرزند کسایی که هنرمند هستن یا فیلمساز به ویژه کارگردانی، چون کارگردانی یه اتوریتی ایگوی داری و به هر حال اون مرکزی، همه‌شون هم همینن، خود منم به همین ترتیب، و این استقلاله، این بند ناف که بچه به دنیا میاد بعد از مادر جدا کنن، به هر حال این استقلاله چیز مهمی هستش به ویژه توی فیلمسازی، چون فیلمسازی کار اینتر سابجکتیو، یعنی وقتی شما داری خلق می‌کنی باید با آدم‌های دیگه خلق کنی، نقاش با خودش تنهاست، شاعر در موقع خلق باید اجتماعی باشه، باید دنبال کنه، در موقع خلق تنهاست. برای من اتفاقا مسیر واقعا پیچیده و سخت بوده، به دلیل اینکه اگر هم به تاریخ نگاه کنیم ببینیم که کسایی که بچه هنرمندی بودن این سایحه و این اگو و این که نمیتونن قدرت خودشونو از اون بزرگتر، صدای بزرگتری داشته باشن، این همیشه خورد شدن اون زیر. من اتفاقا در دوران کودکی همه اطرافیانم باز این رو میدونن، حتی من کتاب شعر دارم که مجموعه شعرام از تقریبا خیلی سنین
چه سوالاتی داره. در از سن 10 سالگی شروع کردم بنوشتم و اتفاقا اصلا نمیخواستم به خاطر اون لجب و اون راه مخالف با ما، چون من اینجوری بودم همیشه، برای همین رفتم تنها زندگی کردم. با خانواده گفتم من 14 سالگی در تهران تنها زندگی کردم. و بعد اما اتفاقی که افتاد در و داستان کوتاه می نوشتم در سن 16-17 سالگی و اینها بود که یه سری فیلم دیدم، واقعیت میخوام بهت بگم که اتفاقا فیلم های خیلی مردسالار الان به نظرم مزخرفیه، ولی اتفاقا مال ایتالی، سینمای نئورئالیسم ایتالیا، فرنش نیو ویو، مال اون دوره است، 1950-1960 غیره. و اینا یه دفعه منو قلقلک داد، یه دفعه یه چیزی منو گرفت، یه دفعه یه جای منو تکون داد. قبلتر از اون برام همیشه اینجوری بود که خیلی خوب من دوست دارم تو سینما مثلا حالا چه میتونم یه کارایی بکنم، یه بازی اگه توی فیلمی باشه، جوونی دیگه صادق اگه بخوام باد باشم، اینطوری بود. و خیلی فیلمای مزخرفی هم پیش میومد که ببینم، ولی این فیلما یه دفعه منو قلقلک داد و اونجا بود که دقیقا این دوربینی که بهت گفتم شروع کردم از بچه‌ها فیلم گرفتن، با این فیلم ها شوشی که من بعد با این دوربین قصه بگم، با این که چون ببین تو ما فیلم 90 دقیقه‌ای میبینیم ولی کتاب 90 دقیقه‌ای که نمیخونی، عکس 90 دقیقه‌ای که نمیبینی، این زمانه و این کنترله و این یه دفعه این کاری که میشه با اون تصویر کرد اونجا، یک یه چیزی در من ایجاد کرد، یه جرقه میتونم بگم، یک همبستگی، یک چیزی که احساس کردم چقدر میتونم تو این جای من باشه و قصه بگم باش. و بعد کار سخت من شروع شد از جنبه های مختلفی. و بعد جدای از این فیلم های تجربی، من فکر میکنم که در واقع همیشه همین از طریق جامعه من گفته شده، مثلا حتی نامه‌ای به مادرم که فکر میکنم خیلی فیلمیه که همین در مورد تجاوز کودکیمه و اتفاقا یک جور کنایه آمیز به این رابطه با مادر، خیلی اصلا میدونید چون همیشه بچه ها اگه پدرم بهش افتخار میکنن این مثلا اینطوریه، مثلا مادر خیلی باز دوباره گفتن که خب این مثل مادرشه، یا همیشه این میخوام بگم اتفاقا. و اگر جشنواره‌هاش نامه به مادرم بالای 180 جشنواره رفته، الان 9 جون من توی دورتموند با مکس سولر رئیس جشنواره فقان فیلم فستیوال با من فیلم فستیوال دورتموند جلسه دارم، بعد از نمایشش پرسش پاسخ دارم، گفتگو داریم در مورد همین هویت جنسیتی، مسئله خشونت و مسئله تجاوز و مسئله بدن و ساختار قدرت. اتفاقا میخوام بهت بگم که هیچ کدوم از این جشنواره‌ها، یکیش از فیلمایی که مانیا رفته بوده، مادر من چند 15 تا فیلم بلند ساخته که من اون سینماشو بهش احترام میذارم، کار ندارم، ولی سینمای من نیست و نگاه من نیست و جدای از اون به هر حال من نسل جدیدتر هستم، کار من سخت‌تره که یه قدم جلوتر بردارم. و روی همین حساب این سوال ازت ممنون میشم که بکنی. میتونم بگم آره رابطه ما تاثیر داشته در این موضوع، انگیزه منو بیشتر کرده اون اما به هیچ میتونم اینجوری بگم که اگر من میخوام فیلم ساز باشم باید اون قول مادر رو بکشم بذارم پایین. و اون میدونی چون ما هممون فکر ببیشه تو فرهنگ ما مادر یه جوریه که بچه تا زمان که ازدواج نکرده نمیره خونه، مثلا تا یه همچین حالت خانواده، یه همچین چیز دوباره اتفاقا مرد سالار و تحت تاثیر اون کلونایزیشن هایی که اتفاق افتاده این شکلی شکل گرفته بیشتر. ولی میخوام بگم که روی همین حساب ما خودمون رو پیدا نمی کنیم. اتفاقا به پدر مادرها میخوام بگم این رو، گفتیم مادر، حالا من و ما ایست شخصی من راحت و باز رو، ولی ما هممون خودمون رو پیدا نمی کنیم. بحث جنگیدن و اینا نیست، بحث استقلاله. تا این مرزهای دیگه از 18 که میره کنار، مادر پدرهای عزیز، اگر میخواید اتفاقا بچه آزادی خودش داشته باشه، صدای خودش داشته باشه، مسیر خودش داشته باشه، 18 که دیگه تموم میشه از تا یه دوره نیاز هست، ولی اتفاقا اون دوره است که نیازی که دیگه به اون مرزه احترام بذارید و اون مرزها رو بدونید. و فکر میکنم این برای من هم خیلی سخت‌تر بوده به دلیل اینکه وقتی یه مادری به ویژه دیگه کارگردانم هست، کنترل میخواد بکنه دیگه، دیگه همه مرزهای تو رو هی اوورستپ میکنه، من از پنجره در بیرونش میکنم، نمیدونم چه جوری از یه سوراخی پیدا میکنه میکنه میاد تو. برای همین به شوخی میگم این رو، ولی متافوره. و برای همین روی همین حساب خلاصه حرفمو جمع بکنم، بیشتر از این ماجرا من تجربه های تبعیض که سبب شد که بیشتر خودم رو بشناسم و فکر کنم هنر رابطه تنگاتنگی با درد داره. درست. و رابطه تنگاتنگ این نگاه قدیمی رو ندارم، باید درد بکشی تا هنر تولید کنی. من میفهمم، باید یک چیزی در تو باشه، یک
سرنخی از یک جایی بیاد و تو بتونی در اون زمینه هنری فعالیت کنی. کاملا میفهمم و متوجه حرفت شدم. هرچند مادر و حرفش رو تو شاید یه مقدار تو رو با این موضوع آشنا کرده، اما هنر تو متأثر از هنری که حالا مادر در نوع خودش داشت نیست و این بیشتر به تو و زندگی شخصی و شاید تجربیاتی که خانواده، جامعه و اون سکشوالیتی و هویت جنسیتیت به تو داده باعث شده که تو بیشتر در این زمینه حرکت کنی و بیشتر بسازی و بخوای بگی و بخوای بشنوی. میتونم ازت بپرسم که کجا، کی، چجوری؟ چون همه ما از همون بچگی به خاطر همه این فشارهایی که تو ازش حرف زدی میدونیم که یک چیزی در ما وجود داره که فرق میکنه، یک چیزی در ما هست که منطبق با اون ساختارهای نرمالی که جامعه تعریف میکنه نیست، ولی پیداش نمی کنیم که چی هست. معمولا نسل ما این رو پیدا نمی کرد به خاطر اینکه اطلاعات نبود، سوشیال میدیا نبود و چیزهای این شکلی. اما یک جای هر کدوممون به یک طریقی هی نزدیکتر شدیم به اون هویت جنسی یا جنسیتیمون. تو کجا و کی و چجوری نزدیک شدی و گفتی که این منم، این شبیه منه، من خارج از اون قالبیم که برای من تعریف کردن؟ ببین اینم واقعا سوالات محشره، اینم سوال خوبیه، ولی اگر پاسخم بلنده منو راحت با خیال راحت راحت تو هر چیزی. نیم ساعت دیگه وقت داریم که تو صحبت بعدای شکلت بشم. ببین نازنینم، خیلی سوال زیباست. موضوع اینه که هیچ وقت من فکر میکنم کسی بتونه یک زمان مشخص، یک پروسه است و همچنان هم ادامه داره و اگر استاپ بشه اون موقع اون کنجکاوی و اون سوال و اون میل به دانستن، میل به رضایت پیدا نکردن به اینکه این حقیقت تموم شده رفت، من فهمیدم همه چیز رو، اون یعنی استاپ شده. یعنی اتفاقا همه این حرکت هنری هم که قبلش داشتی رو تویش حرف میزدی استاپ شده. چون من هنرم به شدت از این میله میاد، از گمگشتگیه میاد و پروتکت میکنه من رو به عنوان یک شخص کویر که بتونم این غیر نرم بودن رو از طریق اون هنره بیان بکنم، یعنی و برم باهاش جلو. و میخوام بگم که ببین واقعا طبیعتا اگر بخوام بگم که من نمیدونم اگر همچنان در ایران میبودم چطور بود، چون الان ببین من دروغه، من 10 سال از ایران دورم و انقدر میدونم چیزها تغییر کرده. الان مثلا یکی دوستای خود من که ترنس هست در ایران سیس پسینگ نداره، یعنی این که ترنزیشن کامل نکرده، ولی یه چوری میره بیرون که اصلا من تو زمان، اصلا من تو دانشگاه تهران وارد شدم گل سر میزدم، صورتی میپوشیدم، تمام دانشگاه پوشیده بود که من گیم، ولی هیچ کسی دیگه مثلا ببینیم، ولی الان واقعا نمیدونم چه خبره اونجا. ولی حداقل اگر با اون دوره و اون شرایط واقعا زمان وجود داشت، من فکر میکنم که من همون اعتیاد رو داشتم، همون طور شاید خیلی وضعیت بدتری پیدا میکردم. شاید نمیدونم قاطعانه بگم، ولی چرا به این اشاره کردم؟ بخاطر اینکه طبیعتا اینو میتونم بگم، اومدن در یک کشوری که من اینجوری برم بیرون توی خیابون و بتونم این رو ریلیز بکنم و هم جامعه، اطرافیان و خود قانون به من این اجازه رو بده، در ریلیز کردن و رها کردن اون سرکوب صورت گرفت خیلی تاثیر داشت و من زنده شدم. یعنی میخوام بگم با همه خشونتایی که بعد از آشکارسازی کشیدم در مجموع خوشحالم، بخاطر اینکه انگار تولد دوراباره حرف خیلی مزخرفیه، ولی متافوریک واقعا فقط به عنوان یک سمبل یا متافور تولد دوباره بود. یه بخشی سرکوب شده بود، حالا اومده بیرون، حالا انرژی هست، شادابی هست، زیبایی هست، خودتی، افسردگی رفته کنار، دیگه میل به خود، میل به سازندگی، کرییشن اومده خودش جای دومینیشن داده، اون چیزایی که به داده شده بودن ازش رها پیدا کردی، دیگه نیازی نیست یه جور عکس بکنی و غیره. ولی میخوام بگم که این همچنان ادامه داره. ببین من تا چند وقت پیش میگفتم لزبیانم، الان پن سکشوالم، الان هم دوست پسر دارم هم دوست دختر دارم، چه رابطه پلی آموروس هستم. چند وقت دیگه که پسینگم تموم بشه اصلا ممکنه ازدواج کنم. من یه روزی میگفتم من امکان نداره ازدواج بکنم. خب یعنی واقعا این اگر تموم بشه در من، این کنجکاویه و این تغییره و این میل به شناخته و جلو رفتنه، اون موقع سخت میشه. اما اگه بخوام بگم آره
مهاجرت و اومدن به یه جایی که این امکان رو به من بده تاثیر داشت تو این آشکارسازی. و ولی طبیعتا خیلی نقطه های دیگه هستش که میتونم بهش اشاره کنم، مثل مثلا همون دوران بلوغ، مثل مثلا کودکی، مثل مثلا حتی کوچیکتر از اون، مثل مثلا زمانی که همون 19 20 سالگی بعد ایران رو ترک کردم، زمانی که اولین بار مثلا به یک از پارتنرام در گذشته راجع به این حرف زدم قبل از اینکه آشکارسازی بیرونی داشته باشم. و خب برای من مسیر اینجوری بود که من اول که همینجوری ترنس نپریدم بیرون، من یه مدتی به عنوان بایسکشوال بودم بیرون که مرد بایسکشوال ابتدا، بعد یه گی آشکارسازی صورت گرفت، یه چند ماهی واقعا با گی ها بودم، همش توی کامیونیتی گی ها بودم، غیره خیلی فضا ماسکولین بود برام، دیدم اصلا اینجا نمیتونم، اینجا جای من نیست، جنبه های مختلفی. و بعد بیشتر با خودم آشنا شدم و بعد دیدم که چقدر حالا بعد ترانس وومن کامینگ آوت کردم و خب از اون موقع خیلی فکر کنم این سیف تر، این محله من بیشتر بوده این درک. و بعدم خب یه مدتی نان باینری ترانس وومن، بعد به خاطر چیزای پولیتیکال اون نان باینری رو فعلا نصب کردم، دوباره ممکنه یه روز دیگه ای دی رو برگردونم و یه روزی هم ممکنه اصلا از پرونان استفاده نکنم، یه روزی هم ممکنه که بعد از عمل جراحی بالا و پایین دوباره شروع کنم ریش گذاشتن و شاید برای جوک درست کردن یه حرکت توکسیک اینجوری هم بهتون میفهمم. امینا عزیز دقیقا خیلی نکته خوبی اشاره کردی که خیلی کلیدیه و خیلی از تصورات ذهنی ما رو حتی نسبت به افرادی که جزء جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی هستن میتون بازتر کنه. و این پروسه خودشناسی، پروسه هویت یابی، هویت جنسی و جنسیتیه. و اینکه همیشه ما سعی میکنیم که بگیم مثلا خیلی از افراد میگن که چرا مثلا یک شخصی خودشو در گذشته مثلا همجنسگرا هویت یابی میکرده، الان میگه من بایسکشوالم، حتما تکلیفش با خودش روشن نیست. نه، آدما بسته به موقعیت زمانی، مکانی و تجربیاتی که در بازده زمانی به دست میارن خودشون رو و زوایای مختلف و لایه‌های مختلف اون هویت رو بهتر میشناسن و برای همین گرایش جنسی، هویت جنسیتی، کلاً بحث سکشوالیتی و اینا یک بحث فرار و به صورت یک نمودار، یک نقطه خاص نیست که شما اون نقطه رو پیدا کنی و همونجا ثابت بشینی. شما ممکنه در طول زمان در روی این محور در حرکت باشی، به عقب و جلو بری، هی جا به جا بشی، کلن خیلی فلوید و سیاله. اما همونقدر که این پروسه و این تجربه زیسته به تو کمک کرد که به سمت فیلم سازی و هنر بری، میخوام بدونم آیا اون هنر و چیزی که بهش علاقه داشتی که حالا فیلم سازیه، آیا اون هم به تو کمک کرد که تو خودت رو در این پروسه خودشناسی بیشتر بشناسی و بهتر درک کنی؟ میخوام ببینم این دوتا مکمل هم بودن یا نه. براو، 100% بوده. من همیشه این جمله رو میگم که وقتی همه درا بسته میشه، هنر این در آخره که تو میگی من همه جا ناامیدم. مثلا در مورد ماجرای تجاوز این انفورمیشن نبود من خودم بشناسم، این دوربین من یه سرچ بود برای اینکه بفهمم چه بر من اومده، بر هیستوریم اومده و این ساختار قدرت چقدر درش تاثیر داره. در اون موقع وارد میشه و چاره سازه و راه گشاست و نجات میده تو رو. برای همین بین این دوتا رابطه خیلی تنگی وجود داشته. من زمانی که نامه به مادرم رو میساختم جزء زمانایی بود که ابتدا بایسکشوال، بعد گی آوت بودم و بعد وقتی که تدوین داشتم میشد من ترنس آوت بودم. این اصلا خود این پروسه ساخت این فیلم برای من یه آشکارسازی با خودم بود ابتدا از جنبه های مختلفیش. و حالا فیلم های دیگه، چون من الان یه سگانم دارم که خارج از قاب و خانه دوست کجاست هستش که فیلم کوتاه هستن و خب از مخاطب فارسی زبان خیلی دوست دارم. اسمم رو به انگلیسی سرچ کنید، اونایتون که انگلیسی بلدید یه سری از اینا رو به فارسی بنویسید، یا چه میدونم من واقعا
هستش، خیلی نمایش ها زیاده، اگر پیگیری بکنید میبینید و حتی الان فیلم نامه به مادرم رو آنلاین هم میتونید تماشا کنید. حالا نمیدونم بیمه او چقدر در ایران کار کنه، ولی خب این کارو بکنید خواهشن. و بعد توی این فیلم هم به همین ترتیب بود، فیلم های دیگه هم همینطور بود. الان هم فیلم اول بلند هم که FID لب مارسل هست که سالیانه از بین 500 پروژه فقط 12 تا رو سلکت میکنه که فایننسشون بکنه و بعد براشون کوپروداکشن در فرانسه پیدا کنه و بعد برای پخششون در جشنواره ها بعدن کمک بکنه. هم به همچنین داک فست موشن بوده و همه این فیلم ها چه از اون لحظه ای که من شروع به نوشتن کردم. اسم فیلم بلندتو میتونم بپرسم؟ در حال حاضر ورکینگ تایتل نامی ببخشید من شبیه مادرم هستم هستش، I look like my mother. ولی خب کسایی که تو فیلم هستن این رو میدونن، وقتی که تو پروژه در دیولوبمنت و فایننسینگه، خب خیلی کم پیش میاد پروژه از این استیج برن به جشنواره ها و ساپورت بگیرن، ولی در وقت بعد از تدوین تو همیشه میتونی نام عنوان رو عوض کن. بله. ولی در حال حاضر ورکینگ تایتل این هستش و در واقع میخوام خلاصه بگم این رو که هر کدوم از این فیلم ها برای من واقعا یک حرکت دو سویه، همونجوری که گفتی. من خودم بیشتر این همیشه در حال یادگیری، امیدوارم توقف نکنه و حتی در نمایش هم یاد بگیرم، در پرسش با میدونی، یعنی بله. نه فقط با در تموم کردن فیلم. و این درایو، میخوام بگم این درایو صداقت با خود یا برای این شناخت و آگاهی با خود و اوورکام کردن، غلبه کردن بر شرم، چه وقتی فیکشن بودن، چه داکیومنتری، چه داستانی بودن، چه مستند، منظورم توشون وجود داشته و این رابطهشون با پاور داینامیک، با ساختار قدرت و همچنین تابوهای اجتماعی و نان نورماتیو نریشن. من نمیدونم اینو تو به نان نورماتیو نریشن چی بگم شایا؟ نان نورماتیو نریشن یعنی این که فکر میکنم که این ساختاری که غیر نورماتیو میدونه، روایت غیر نورماتیو، روایت غیر نورماتیو، براو، روایت غیر نورماتیو، داستان هایی که با اون چیزی که نرمال تعریف میشه همخوانی و مطابقت. دقیقاً کویر سینما رو بشناسید. حالا فیلم های منم نمیخوام تبلیغ خودم، فقط فیلم خودم بکنم، فیلم های بچه ال جی بی تی رو بشناسید، چون سینما قویه و این سینما داره وارد میشه، یعنی چندین سال دیگه این فیلم ها خواهد، این فیلم ها فیلم های مهمی هست و فکر میکنم دقیقاً همین روایت های غیر نرم، یعنی اون چشم شما، اون چیزی که از سینما از این میدیوم شناخته، بسیار، حالا نه در همه موارد، در بسیاری از این فیلم ها واقعا یک چیز دیگه، یه آنارکی هست. و موضوع همین میشه، تمام سوال ما اینه. وقتی من از اون کودکیه گفتم، حالا فلشبک بزنم به اینجا، سوال ما این میشه که ما پرسش یاد بگیریم، پرسش کردن رو، این لایف استایلی که من دارم، این عادتهایی که من دارم، این رفتار جنسی که من دارم، این گرایشهایی که من دارم، هر چیزی که هستش، هر طور، آیا مال خود منه یا اینو به من دادن؟ این سوال پرسیدن به نظر من یک فرهنگ کویره و ما به این سوال پرسشگری نیاز داریم و فکر میکنم یکی از مشخصه های کویرنس هم یا زندگی کویر هم همین باشه که پرسش مطرح بکنه. دقیقا همینطوره. من فکر میکنم مطرح کردن سوال و کنجکاوی کردن برای رسیدن به پاسخ اون برای هر کدوم از ما همون شروع خودشناسی بوده، همون پروسه‌ای که تو ازش حرف زدی و تا به امروز اومدی و اون بهانه‌ای شده که تو یک فیلم‌های بسازی و اون فیلم‌ها وسیله‌ای شده که تو خودت رو خیلی بهتر بشناسی. اما به عنوان سوال آخر میخوام از تو بپرسم که به عنوان یک هنرمند، اولا این که چقدر وظیفه خودت میدونی که هنرت رو در راه کمک به انسانهایی که تجربه زیسته مشابه تو داشتن، انسانهایی که زندگیشون در حاشیه قرار گرفته و در سایه قرار گرفته و کمتر شنیده شدن و دیده شدن، چقدر احساس وظیفه میکنی که هنرتو در این مسیر خرج کنی و چقدر فکر میکنی که هنر و هنرمند میتونه در فرهنگ سازی و تغییر اجتماع و بهبود شرایط کمک کنه و امروزه چقدر داره، اگر وظیفه هنرمندان هست، چقدر داره به درستی اتفاق میفته؟ نازنینم،
در مورد سوال اولت میتونم این رو بگم که هنرمند مسئول شاید به چیزایی باش، قبول دارم این رو، تعهد نه، یه مسئولیت هایی طبیعتا مسئولیت اجتماعی مدنی و باید علیه قدرت باشه، اما کمک کردن نیست. من میگم کار هنرمند نسخه پیچیدن نیست، اونو دکتر انجام میده. کار هنرمند آدرس دادن درده، یعنی قبل از اینکه یه چیزی، دیدن یک موقعیت اجتماعی که خشونت به وجود میاره، تخریب به وجود میاره، و آدرس دادن اونه، اون احساسات رو برانگیختنه، اونو انسانی کردن، این کاری که هنر باید بکنه. اما در مورد موقعیت دوم کاملا با تو قبول دارم، یعنی چون حرف اول اینه که آره یه مسئولیت سیاسی ما داریم و این هنرمند بسیار تاثیرگذاره، همونطور که گفتی حالا کمک کردن یه چیزی میشه متفاوت، تاثیرگذاره در روند تاریخ، نقشی داشته باشه در این فرهنگ. دقیقاً براو، شاید اینجوری بهتر باشه. این درش تردید، چون اصلا نقش بزرگ، ببینید شما اصلا همه تحولات سیاسی رو برید ببینید، به هر حال هنر و فرهنگ در این تحولات نقش خیلی اساسی جدی داشتن. ببینید موضوع این هستش که دقیقاً من فکر میکنم توی سینما، من رشته های شاخه های دیگه نمیرم چون مال به من ارتباطی پیدا نمیکنه. ببینید بعد از انقلاب سینما ایران، من چون میتونم بگم یکی از موتورهای دیکتاتوری یا جمهوری اسلامی شد. یعنی اینا به خوبی این رو فهمیدن که این مدیوم قدرتمندیه، به شدت در فرهنگ مردم تاثیر داره، برای همین سینمای جنگ و خیلی چیزای دیگه اومد کنترلش کردن. و اون سینمایی که متفاوت بود، به اصطلاح آرت هاست بود و خف، از همون ابتدا مطمئن شدن این سینما تاثیر نمیکنه، خط خطوط قرمز رو رد نمیکنه، علیه قدرت موضع نمیگیره. سهراب سپهری خانه دوست کجاست، میره تو گل و بلبلش و طبیعتش، میره توی فضای عرفان زده ای که با خطالای مثلا شاعرانگی نشون بده، رادیکال علیه یک خشونتی که واضح اونجا داره اتفاق میفته قدرت نمیگیره. و این تئوریزه شد و موفق هم شدن توی این مسیر، تا به امروز هم به شدت موفق بودن. موضوع این هستش که دقیقاً شما هر جای این تاریخ رو برید ببینید، اصلا اینتלקچوالیسم والا هنره به کنار، اصلا با بیانیه مشترکی که یک سری رو منویسنده یک سری فعال صادر کردن برای علیه قدرت، برای جلوگیری از کشتار، برای جلوگیری از خشونت. ببین موضوع این هستش که این متاسفانه این مسئولیت به نظر من در مورد سینمای بعد از انقلاب واقعا رعایت نشده. برای همین من میگم شما الان تو سینما ایران رو کلش بیاید نگاه بکنید، میبینید که موضوع این نیستش که همه باید بیان قصه کویر بگن، همه باید بیان مثلا بوست صحنه مثلا این سانسور رو رعایت نکنن، بعدن میدونی این تخریب بدن زن، تأخیر اجتماع رو رعایت نه، ولی بالاخره دو تا فیلمساز، سه تا فیلمساز، چهار تا فیلمسازی که یه بایوگرافی دارن، یه صدایی دارن در مخ، در این چرخه فستیوال، جشنواره، نقد و مدیا هم قرار میگیرن، باید این تو باشه که این مسئله نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه همون چیزی که به شما گفتم، یعنی هنرمند ما هم اومده وارد این سیستم، وارد این بازی صفحه بازی کرده، در صورتی که یکی از مهمترین میتونم بگم همیشه تاریخ این بوده، کارهای هنر و دستاوردهای هنر این بوده که علیه قدرت بیسته و موضع‌گیری بکنه و بگه سانسور نکنه خودش رو. این یه بخشه، ولی بخشای دیگه هم هست. مسئله فقط هم سیاسی بودن، من منظورم ایست که سیاسی آدم باشه، یعنی من فکر میکنم که هنر طبیعتاً از جامعه خودش، همونطور مثلا از موقعیت خود، در مورد من اون تاپیکایی که حداقل من در این دوره باش درگیر بودم، خشونت جنسی، کاراکترهای کویر، میدونی یعنی با این خشونت جنسی مثلا فرزن خب، یا نژاد پرست، یا هر چیز دیگه، با یه سری تاپیکای اجتماعی اگر که هم چیز در دیالوگ ارتباط برقرار نکنه، اونا رو دیپ نبینه و بعد نفهمه اونا رو، طبیعتاً هم نمیتونه اون تاثیر و اون تبری باشه که یخو میشکنه و حالا یه حرکت ایجاد میکنه. برای همین این همیشه وجود داشته، هنرمندان به نظر من به همین ترتیب و اون مسئولیت رو جز کارشون در شخصیتشون هم داشتن و باید داشته باشن، حداقل اگه نداشتن دو مشکل خودشون یه سری یا هر چیز دیگه.
و فهم کنم چون ما داریم راجع به بحث ما هم به هر حال کویر هست و اقلیت های جنسی هستش، این رو توضیح بدم. فهم کنم حالا هنر کویر اتفاقا اینجا چون همیشه کویرنس باید پروگرسیو بودنی نیومده، با همین پرسشگری که گفتم کارش این ساختار شکنیه، کارش این تابو شکنیه، کارش موضع گرفتن علیه قدرت سیاسی. فرقی هم نمی‌کنه تو ایران باشی اینجا باشی، اینجا هم باشی علیه اون سیستورونورماتیویتی یا همون همجنسگرا محوری که بهش اشاره کردیم، چون یه چیز قدرت سیاسی که خودش اوریجینیت کرده، دومینیت کرده، پول و ثروت و مبادلات دستشه، همه چیز تصمیم گیرنده است. اونم یک حرکته. یعنی میخوام بگم که این هم یک موضوع که فکر می‌کنم اتفاقا هنر کویر یک ذره هنری هستش که من یه ذره چون هورمونم مصرف میکنم سینمو نشون بدم، یه ذره اینطوریه. یعنی این که یه ذره ای که یه ذره با اون نرم ها و اون چیزایی که دیده شده و کار unexpected چیز داره دیگه، سر کار داره، برای همین موزه گرفته میشه در مقابلش، برای همین خیلی باهاش برخورد میشه. و معمولا هنرمندان حتی اگر من فکر میکنم حتی اگر اون موانع قانونی هم وجود نداشته باشه، خیلی از هنرمندان سمتش نمیرن چون فکر میکنن شاید عموم جامعه اون رو نپسنده و شاید مخاطب خاص داشته باشه فقط. درسته؟ دقیقاً. و این خشونت میاد به ما، یعنی موضوع اینه ما میام خط مقدم، ما میام اونجا بردرا رو پوش میکنیم، فضا رو آزادتر میکنیم، علیه اون قدرت سیاسی جدی موضع میگیریم و اون ساختار شکنی اتفاق میفته. ولی در این حال اونم ما هستیم که سنگاشو میخوریم، فوشاشو میشنویم، تهمتاشو میشنویم، چون درک هم نمیشیم و با آدما دارن با همون الگوهای پوسیدی خودشون و تفکر و دنیای خودشون و اون فرهنگ خودشون زندگی میکنن، ما رو میبینن یه دفعه براشون تو ماچیم، زیادیم، وحشتناکیم و ما رو با همون دنیایی که چون موضوعی که قلب چطور میتپه و ذهن چطور میبینه توی مسئله کویر. من واقعا وقتی یه کسی رو میبینم توی خیابون نمیرم سراغ این زنه، این مرده با پشت ذهنم دیگه، این تمرینه دیگه، این ذهن عوض میتونه بشه. بله. و بعد با همون ذهنش ما رو جاج میکنه و اون خشونت ما باش کنار بیایم. به هر حال یه چیزی هم باید بگم، ما نمیتونیم هم تا آخر غر بزنیم و گلن موقع افسرده میشیم و اینجوریه دیگه. آره دقیقا همینطوریه و امیدوارم این روند کمی تغییر کنه و این مسئولیت داشتن نقش در فرهنگ سازی و تغییر رو همه ما به عهده بگیریم، نه فقط اگر جزو این جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی هستیم. امینای عزیز و هنرمند، مرسی که امروز وقتت رو به من دادی و این همه حرفای خوب زدی و از زندگی خودت و داستان خودت و تجربیات خودت با ما به اشتراک گذاشتی. وقت برنامه تقریبا تمومه، حرف آخری هست اگر از تو میشنویم و بعدش تو رو میبوسم. خیلی 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 ممنون از تو شای عزیز باز هم که منو به برنامه زیبا دعوت کردی. خیلی ممنون از اینکه این وقتتون رو دادید، حرفای منو شنیدید، واقعا گوشیتون رو مفت گیر آوردم. خیلی دوستتون دارم، جاتون توی قلب منه، امیدوارم قلباتون روزاتون کویر باشه و روزاتون زیبا باشه. ماچ به دیگه ماهت عزیزم، تا دوباره با هم باشیم فعلا وقتت بخیر، خدافظ. شبتون بخیر، خدافظ. مرسی دوستای عزیز، مرسی که با ما بودید، صحبت‌های من و امینا ماهر رو شنیدید و تجربه زیسته همه ما حتی اگر عضو یک جامعه باشیم و احساس مشترک با هم داشته باشیم یا درد مشترک با هم داشته باشیم، میتونه زمین تا آسمون متفاوت باشه. و امینا نشون داد که تجربیات زیستش، دردهای زندگیش اون رو به جایی رسوند که به هنر تبدیلش کرد و زندگی دیگه برای خودش ساخت و ازش فیلم ساخت و این رو به تصویر کشید، روایت خودش و روایت دیگران رو. و این کار بزرگیه که من اسمش رو
کنشگری میذارن، همونطور که تو برنامه هم گفتم زیست همه ما میتونه در این شرایط سخت و در این فشارهای کنشگری باشه. مرسی از همتون، تا دوشنبه دیگه ساعت 8 شب به وقت ایران و یک مهمان دیگه و یک موضوع دیگه شما با شما خدافظی میکنم. میدونید که نظر، انتقاد و پیشنهادی اگه دارید میتونید با من در میون بذارید. ایمیل من از shaya@iranwire.com و از صفحه شخصی من در اینستاگرام شایا گلدوست. مراقب خودتون باشید، وقتتون بخیر، شب و روز خوش، خدا حافظ.